دیدار نهایی وزن 97 کیلو مشتبه گلیچ با دو بنده آبی مبارزه میکنه با کازودینوف. کازودینوف از بحرین که کشکیر روسی رو اصل هست. با سوت داور وسط کار آغاز میشه. ما دو تا رده بندی داریم که مرتضی قیاسی و کابوسی به رده بندی راه پیدا کردن. یه فینال رحمان عموزاد و امیدوارم که مشتبه گلیچ دلاور کشورمون، دلاور از خطه مازندران، شهر تونکابون به دیدار نیمه نهایی راه پیدا کرده. حریف هم یه روس کشتی بلد هست و کاملا روی دستا خوب کار میکنه و به این شکل با فت و پا از یه طرف یه جوره به سبک موباشتای سایتوف داره کشتی میگیره. گلیچ حالا سعی میکنه که زیرگیری خودشو به اجرا بذاره. هم کشتیگیر توانمندی هست و به راحتی نمیشه از صد این کشتیگیر عبور کرد و به همین دلیل هم بوده که به فینال راه پیدا کرده. فینال راه پیدا کرده و ببینیم که چه خواهد کرد. تازادینوف که اینجا داور به تو کشی تذکر میده کار گلیچ کار دشواری داره با این کشتیگی. گلیچ ما که در 2015 قهرمان جوانان دهان شد، 2017 و 2019 امیدهای جهان، در مسابقات اسلو هم اون موفق شد نفر سوم بزرگسالان بشه. یک کشتی نزدیک 3-2 به کالسنایدر باخت و حالا ببینیم در آوردگاه مسابقات قهرمانی آسیا، در مسابقات قهرمانی آسیا هم دوم شده. حالا امیدوار هستیم که اینجا طلا بگیره. برزیل اقدام میکنه و پای گلیچ از دوچک خارج میکنه. کشتی بلد توی منطقه زرد توشک دیدیم به چه شکل خالی کرد، بعد از زیرگیری کرد و پای گلیچ از دوچک خارج کرد. دست پای کشیده ای داره تازادینوف از بحرین که مهاجرت کرده و اما واقعا آماده هست. حرکاتش بیانگر اینی که فن و بند کشتی رو کاملا بلد هست. اما گلیچ ما هم قهرمان امیدای جهان، قهرمان جوانان جهان، نفر سوم بزرگسالان جهان هست. او هم کم کسی نیست. حالا یه زیرگیری از تازادینوف ناموفق و نمیتونه نتیجه‌ای بگیره و بازم سعی میکنه گلیچ حریف رو به منطقه زردوشک هدایت کنه و اون اتوشک خارج کنه. میدونی چقدر قشنگ در یک لحظه بله اینجا بالاخره موفق میشه امتیاز رو بگیره. یه لحظه خالی کرد اما پاش از بیرون اتوشک رفت، بعد از اون خالی کرد. شگرد گلیچ هست که کشکیر حالا اینجا زانوش رو اتوشک میزنه. ببینید زانو میزنه. اگر رفت بیرون دیگه امتیاز نگیره از حریف از او. ببینیم که اینجا سعی میکنه خاک و موفق میشه برای زیر دو خم و دو امتیاز میتونم بدم به کشتیگیر ما. دو امتیاز و یک امتیاز داده میشه. توی دو خم امتیاز داد یک امتیاز. ولی یه مقدار برید به نظر من. خسته شدیم کشتیگیر. بله حالا 3-1 میشه. 3-1 به نفع گلیچ. 3-1 باید موازه فنون بالا باشه گلیچ ما. باید موازه فنون بالا باشه. یک بار دیگه سعی میکنه که زیرگیری خودشو به اجرا بذاره. گلیچ باز هم حمله میکنه و سعی میکنه که زیر اصلا اونجا زیر سر رو مال خود میکنه اما پاشو در میاره. گلیچ میتونه که خاک کنه حریف خودشو. ماه لنگ رو نشون میده و دو کشتی تو کش و قوز از تشک خارج میشن که امتیازی در این حالت نداره و نمیدن هم. چه 3-1 به نفع گلیچ. بعد حریف بریده من احساس میکنم. به سختی از جای خودش بلند میشه. اون آمادگی کافی رو نداره. و بدن گلیچ با قدرت بدنی که داره دلاور تونکابونی ما موفق میشه حریف رو این مقدار خسته کنه. تا این لحظه هم 3-1 ما پیش هستیم. آقای ابازر اسلامی و آقای پژمان درستکار سرمربی تیم صحبت میکنن، نکات لازم رو میگن به کشتیگیر خودشون. این هم مربی بحرین که صحبت میکنه با حریف با کشتیگیر خودش و میگه که تازادینوف آخرین نکات رو به اون میگم و اون روانه میدان میکنم گلیچ رو. گلیچ بیاد به وسط تشک. قهرمان جوانان جهان 2015، 2017 و 2019 امیدها، نایب قهرمان آسیا و سوم جهان در اسلو نروژ، در آوردگاه مسابقات قهرمانی آسیا اومده مدال طلا سید کنه. یه زیرگیری میکنه کشکیر
بحرین ناموفقه که رسول اساس این کشتیگیر حالا بازم سرگردان مهار میکنه از همونجا میره کمرگیری میکنه تا اینکه بتونه باید مواظب لینگتون در این کشتیگیر باشه. حالا میرم فنون بالا سعی داشته اقدام کنه این کشتیگیر که گلش باز هم اجزه کار به اون نمیده به نمار زیرگیری هست گله ایچ تده زیرگیر خودشو به اجرا بذاره حریف اجزه کار نمیده 3-1 پیش هست از حریف خودش باسم سعی میکنه پای او را توشن خارج کنه اینجا موفق میشه پاش را توشن خارج کنه یک امتیاز دیگه میگیره و کشیر حالا 4-1 میکنه ما یک مقدار خیالمون راحت بشه بعد از اون دوتا باخت پی در پی به قضا آقا باید یه پیروزی داشته باشیم حالا میره برای یه لحظه پلنشکن و میره که اینکه ضربه فنی کنه چه پلنشکنی 4 امتیاز و یه بار دادم اجرا میکنه تا شادمانی ما ادامه پیدا نکنه حالا 9-4 پیش میفته میره برای یه پاروکار در مورد یه پاروکار به پر میزنه این کشیر تکنیکی بریده بود یه دفعگی یه پلنشکن 4 تا یه فکر بارا یه پاروکار و به دنبال اون 9-4 شد خسته هم هست بریده هم نشون میده حالا دیدید داد میخواد استراحت پزشکی کنه یه لحظه غیرت کرد دیگه یه پلنشکن گرفت و گلش هم باید موازه پلنشکن این کشکیر می بود حالا استراحت پزشکی میخواد بکنه استراحت پزشکی اونه همراه با خونریزی نباشه باید اختار بهش بدن این امتیازم به ما بدن این قانون اما داره استراحت میکنه دیگه بریده خالی کرده کاملا مشخصه دیگه نتونست اون آخرین انرژیاشو با اون پلنشکن و فتیل بارانداز خرج کرد حالا در مقررات کشتیگیر میتونه استراحت پزشکی کنه که همراه باشه با خونریزی اینجا نمیتونه استراحت پزشکی کنه قانون میگه که باید یک اختیار بهش بدن یک امتیاز فنی به کشتیگیر ما یک امتیاز باید بدن حالا ببینیم کار انجام میشه یا نه داوران چه رأی رو خواهند داد که این چنین نیست امتیاز داده نمیشه استراحت پزشکیشو کرد استراحت نفسی چاخ کرد حالا بازم داور نمیدونم چرا کشتیگیر قطع میکنی بی جهت کشتیگیر قطع میکنه و کشتیگیر رو سرد میکنه و کشتیگیر بحرینی هم نفسی چاق میکنه حالا گل هیچی که سعی میکنه که شرایط برای فنون خودش مهیا کنه حریف بریده میتونه جبران کنه درسته 5 امتیاز اما میتونه جبران کنه اینجا باز هم زیرگیری میکنه زیرگیری و یک امتیاز دیگه از گل هیچی ما میگیره 2 امتیاز خاک و 2 امتیاز میگیره باید که بریده اما فرنوبند کشتی رو بلده میدونه کجای کشتی بگیره به خصوص تو منطقه زرد که دیگه اصلا شاهکار میکنن گله چی که خاک میکنن کاملا بریده این کشتی گیر کاملا بریده اما با اینکه بریده میبینیم روی در حالی که میرفت خاکش کنه گلهش دیدیم به این شکل حال سعی میکنه کندو رو بالا بیاره گلهش سعی داره کندو حریف رو بالا بیاره و هم بدلکاری میکنه با بدلکاری سعی داره که رو میکنه چقدر بدلکار و فنی این کشتی گیر یه جورایی به سبک بوواشتایتوف کشتی میگیره این کشتی گیر 11-4 میشه حالا 1.5 ثانیه ولی کاملا بریده گلش میتونه باز هم من امید دارم که میتونه این کشتیگیر رو شکست بده میتونه خاک کنه اینجا دور میدم بعد من که میره خاک کنه این با دستای کشیده که داره خاک نمیشه دور بزنه گلش رو خاک کنه تو کندگی هم کندش به سختی بالا میاد بالاخره اینجا کنده رو بالا میاره 2 امتیاز میگیره از حریف خودش 2 امتیاز میگیره حالا باید باراندازها رو به اجرا بذاره بارانداز خودش هم خسته شده گلیچ اگه 2 تا بارانداز چپ و راست بزنه میتونه وگرنه دیگه تو این 35 ثانیه کاملا بریده 6-13 7 امتیاز سخته کاملا بریده اما وقتی هم که بریده میره زیر بگیره کاری بکنه باز هم همونجا نیش خودشو میزنه این کشتیگیر حالا خاک میکنه 2 امتیاز دیگه میگیره باید بتونه بارانداز بزنه اگه بارانداز بزنه میتونه برنده بشه میکشه روسی نش اما قرص و محکم بده شاید چسبیده و میره برای بارانداز دست ستون کرده نه نمیذاره باراندازش کنه بلد کشتی رو 15 ثانیه 5 امتیاز و گلیچ در مقابل این کشتیگیر حالا میدونه که چی کار هم بکنه باز همینجا هم زیرگیری میکنه یه کشتیگیر عجیب غریب در حالی که نشون میداد واقعا هم بریده بود باز هم زیره خودشیم چه پلنشکنی زد وقتی اینجا به اتمام میرسه و گلش که ما پیشبینی میکردیم به فینال راه پیدا کنه موفق میشه گلش ما رو به ردمندی راه بره